دفاتر شرکت گوگل در پاریس روز سهشنبه مورد بازرسی مقامات مبارزه و سرکوب جرایم مالیاتی قرار گرفته است حدود 100 بازرس به همراه 5 مقام قضایی دادسرای مالی پاریس در چارچوب تحقیقات برای پرونده تقلب مالیاتی که شرکت گوگل را هدف قرار میدهد از دفاتر آن بازرسی کردند وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه با تسلیم شکایتی به دادگاه کمپانی گوگل را به فرار مالیاتی متهم کرده است این وزارتخانه ادعا میکند میزان مالیاتهای های پرداخت نشده این شرکت به رقم یک میلیارد و 600 میلیون یورو میرسد همزمان با گسترش اعتراض ها به طرح اصلاح قانون کار در فرانسه پلیس این کشور با اعضای یکی از اتحادی های کارگری در نزدیکی مارسی درگیر شد پلیس فرانسه صبح روز سهشنبه ضمن استفاده از ماشین آب پاش و گاز اشکاور علیه اعضای اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار موسوم به سجته تلاش کرد مسیر منتهی به پالایشگاه فوسوق مغ را در جنوب شرقی این کشور بازگشایی کند نماینده اتحادیه کارگری سجته میگوید امروز کارگران بر ضد این قانون بسیج شدند و از تمام ابزارها برای خارج کردن طرح تصویب این قانون استفاده خواهند کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه این کشور به دنبال اعتصاب کارگران آن یا تعطیل شدند و یا روند فعالیت آنها کند شده است با این حال مانوئل واس نخست وزیر فرانسه بر تصویب طرح اصلاح قانون کار تاکید دارد در مزیق قرار گرفتن فرانسوی ها مسدود کردن پالایشگاه ها و تعطیلی اقتصادمان قابل پذیرش نیست ایجاد یک مناقشه تمام عیار قدیمی کهنه و محافظه‌کارانه است به این شکل گروگان گرفتن مصرف کنندگان اقتصاد و صنعتمان و همچنین پیگیری اقداماتی که در راستای خارج کردن طرح اصلاح قانون کار انجام می شود دموکراتیک نیست در حالی که مخالفان طرح اصلاح قانون کار این طرح را تضعیف کننده حقوق کارگری توصیف می کنند دولت فرانسه از تصویب این طرح به عنوان گامی ضروری برای مقابله با آمار بالای بیکاری در این کشور نام می برد. مقامات یونان روز سهشنبه تخلیه تدریجی بزرگترین اردوگاه پناهجویان در مرز ایدومنی با مقدونیه را آغاز کردند حدود 8400 پناهجو در این اردوگاه ساکن هستند و قرار است پناهجویان به اردوگاهی که تازه ساخته شده منتقل شوند حدود 400 پلیس ضد شورش به من منطقه اعزام شدند با این حال سخنگوی دولت یونان گفته است که پلیس از زور استفاده نخواهد کرد من به اردوگاه دیگر می چون این تنها راه حل است ممکن است راه حل خوبی نباشد اما تنها راه ماست و بسیاری اینجا هستند که می به اردگاه های دیگر بروند اگر می دانستیم که چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد به اینجا نمی آمدیم. مقصد ما آلمان است ما بر اساس نقشه هایی که داشتیم به اینجا رسیدیم اما آنها در میانه مسیر سفرمان جلوی ما را گرفتند با بسته شدن مرزهای بالکان در ماه مارس بیش از چهار هزار پناهجو که هدفشان رفتن به سوی آلمان و کشورهای شمال اروپا است در یونان گیر افتادند و بخشی از این جمعیت در مرز یونان با مقدونیه در شرایط نامطلوب به سر میبرند. در پی انتشار اخباری از سوی رسانه های مصر مبنی بر احتمال وقوع انفجار در هواپیمای ایرباس ای 320 این کشور رئیس مرکز پزشکی قانونی مصر هر گونه خبر در این باره را رد کرد او تاکید کرد علت وقوع این حادثه همچنان نامعلوم است و گمان مختلفی از نقص فنی هواپیما تا اقدامی مجرمان و یا مطرح است به گزارش رسانه های مصری کارشناسان این مرکز فرضیه انفجار را پس از بررسی مقدماتی بقایای انسانی یافت شده در محل سقوط مطرح کرده بودند تنها موضوعی که اکنون برای کارشناسان روشن است دریافت پیام های خودکار لحظاتی قبل از سقوط هواپیما است که خبر از دودی مشکوک در داخل هواپیما میداد پنج روز پس از وقوع این حادثه جستجوها همچنان در عمق سه هزار متری دریا برای یافتن جعبه سیاه این هواپیما ادامه دارد یک شناور گشتی اقیانوس پیما نیز روز دوشنبه از سوی کشور فرانسه به تیم جستجو در دریای مدیترانه پیوست آیت احمد جنتی روحانی محافظ کار ساله روز سهشنبه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. انتخاب احمد جنتی نشانه از ادامه کنترل نهادهای سیاسی کلیدی در ایران توسط روحانیان تندرو ارزیابی می شود احمد جنتی که به عنوان آخرین نماینده تهران وارد مجلس خبرگان شد با کسب 51 رای برای مدت دو سال به ریاست این مجلس انتخاب شد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و سعید جلیلی از جمله مهمانان این جلسه مجلس خبرگان بودند مجلس خبرگان رهبری کنونی 88 عضو دارد و یکی از وظایفش انتخاب جانشین آیت الله علی خامنه ای 77 ساله است که شایعاتی درباره بیماریش گاه به گاه شنیده می شود احمد جنتی همزمان ریاست شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد دوازده روز پس از تعلیق دیلماروسه روسف رئیس جمهوری برزیل استعفای رومرو جوکا وزیر برنامه ریزی دولت میشل تمر بحران سیاسی مرتبط با فساد در برزیل را وارد مرحله تازه کرده است او متهم است که سعی داشته مانع پیشرفت تحقیقات درباره فساد در برزیل شود این استعفا در پی لو رفتن و انتشار سخنان ضبط شده رومرو جوکا در روزنامه چپگرای برزیلی رخ داده است با این حال آقای جوکا روز دوشنبه گفت که هرگز مرتکب عملی که مانع انجام تحقیقات شود نشده است از سوی دیگر اعتراضات مکرر علیه دولت میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل هفته گذشته ادامه داشت روز یک شنبه هزاران نفر بر ضد میشل تمر و در خارج از خانه او در ساو پائولو دست به اعتراض زدند معترضان به برنامه ریاضتی دولت اعتراض دارند و میگویند که دولت نباید بودجه برنامه های اجتماعی را حذف کند باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان سفر خود به کشور تک حزبی ویتنام از دموکراسی و آزادی بیان به عنوان ارزش‌های جهانی نام برد که حمایت از آنها ثبات را تهدید نمی‌کند. آقای اوباما روز سهشنبه در نشستی با حضور نمایندگان جامعه مدنی ویتنام گفت: هنوز هم نگرانی های قابل توجهی در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمع و پاسخگویی و مسئولیت دولت وجود دارد. باید به این موضوع اشاره کنم که فعالان دیگری نیز به این نشست دعوت شده بودند که به دلایل مختلف از حضور آنها در این جمع جلوگیری شده است من فکر می کنم این نشانی از این حقیقت است که اگرچه پیشرفت های اندکی وجود داشته اما هنوز هم مردمی هستند که برایشان برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز در موضوعاتی که به آنها عمیقا توجه دارند بسیار سخت است پیش از این دیدار و عصر روز دوشنبه آقای اوباما به همراه آنتونی بردن آشپز مشهور و از مجریان تلویزیون آمریکا در رستوران کوچکی در یکی از محله های قدیمی پای تخت شام خوردند. اقتصاد آلمان در سه ماهی اول سال 2016 به بالاترین میزان رشد طی دو سال اخیر رسیده است. رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه آخر سال 2015 7 دهم درصد گزارش شده و در بازه زمانی یک ساله رشد تولید ناخالص داخلی این کشور یک و سه ده درصد بوده است افزایش مصرف داخلی و حجم بالای سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز به روند رشد اقتصادی آلمان سرعت بخشیده است دولت آلمان پیش بینی میکند رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 2016 به رقم یک و دهم ده درصد برسد مؤسسه اعتبار مودی رتبه اعتباری بانک آلمانی دویچه بانک را یک درجه تنزل داده است مودی میگوید طرح استراتژیک دویچه بانک برای رسیدن به رشد و تقویت فعالیتهای خود دارای ریسک است از سوی دیگر به اعتقاد مؤسسه مودی عملکرد دویچه بانک طی چند فصل اخیر بسیار ضعیف بوده است دویچه بانک یکی از بزرگترین بانک های آلمانی مدت هاست با بحران بدهی و پرونده ها و دعوی متعدد حقوقی دست به گریبان است سامانه موسیقی آنلاین سپاتیفای در سال 2015 به حجم کلی فروشی معادل 2 میلیارد یورو دست است این رقم نشان دهنده رشد 80 درصدی فروش این سامانه در بازه زمانی یک ساله است علیرغم این آمار اسپاتیفای در کل سال 2015 متحمل ضرر زیان شده است میزان ضرر این سامانه 173 میلیون یورو گزارش شده است دلیل این امر سرمایه‌گذاری های سنگین اسپاتیفای برای گسترش خود و مقابله با رقیبانی چون سامانه موسیقی آنلاین شرکت اپل بوده است تعداد کاربران اسپاتیفای به رقم 89 میلیون نفر میرسد